سلام دوباره. بخش دوم بررسی روتینگ هستیم. حالا دقت کنید، توی قسمت قبلی گفتیم که با اون مپ و حالا وربایی که وجود داره چه کارایی میشد کرد و میشد اند پوینت درست کرد. به قول معروف همش هم هلو ورد و این چرتا پرتا بود. هنوزم رو همون هلو وردیم، هنوز جای خاصی قرار نیست بریم. اما یه بحثه، بذارید یه نگاهی بندازیم دوباره. ما رسیده بودیم به اینجا. سوال پیش می اومد که اگه یه آدم یه مقداری بد پیله میخورد بهمون، می پرسید که خیلی خوب، اوکی، این چیه؟ حالا چیکار کنم؟ این چیه؟ من اینجا میتونم کد بنویسم، میخوام سلام علیک کنم همش با همه. خب این چیه الان؟ چیکارش کنم اینو؟ خب راستم میگه، اینا الان چیه؟ اینا الان یه خط تکست مثلا بذاریم و اینا که این برگردونه کجای عالم هستی رو مشکلشو حل میکنه. راست میگه. حالا میخوایم این مسئله رو حلش کنیم. چجوری؟ مایکروسافت توی مینیمال اپی آیا اومده یه کلکی زده. اجازه بدید ما همون تردیشنال کنترولر رو بریم ببینیم. این کنترلر دیگه، اینجا این یه بدنه داره و خود کنترلر هم اصلا یک سری اتفاقاتی میفته تا بالا بیاد و کار کنه و اینا. ممکنه اصلا یه نفر بره تو سورس کد ASP.NET تو گیتاب هست دیگه، بگه ای داد ای بی داد، این داره بی خودی اجرا میشه تا برسه به اینجا، یه سری روندهای اضافی هست، سرعت داره میفته، فلان شده، خیلی داستانها بتونم ثابت کنه. تیم مایکروسافت هم مثلا میان میگن که آقا ما حالا نمیتونیم اینا رو درست کنیم، اصلا چی میگی، برو پی کارت، وقت نداریم، اینا ممکنه. حالا چی کار کرد؟ اومد اینجا مایکروسافت، برگردیم تو مینیمال اپی آیا، گفت ببین دوست من، من اینجا رو، یا دوستان من یا دوستان ما، چون اونا زیادن، ما اینو میدیم دست خودتون، اینجا هر کاری دوست دارید بکنید. یعنی یه چیزی ما میذاریم اینجا، حالا نمیخوام بگم چی، چند لحظه دیگه میخوام بگم، گویا یه چیزی میذاریم اینجا، شما باهاش کار کنید و این بدنه ها رو هر جو دوست دارید بنویسید، هر جوری هم دوست دارید بنویسید، میخواید کد خیلی افیشنت بنویسید، بنویسید. تازه بعدن، حالا هنوزم الانم هست، AOT الانم هست، من تو یوتیوب گفتم، اما حالا وقتی متبلور بشه و خیلی روش کار بشه توی مثلا دات‌نت 10 دیگه میاد میگه ببین هیچی وسط نیست، همون چیز است که حالا میخوام بگم، اون چیزم هیچ فضای اشغال نمیکنه، کاری به هیچ جا نداره. حالا بریم ببینیم اون چیزه چی چیه، بعد برگردیم تو کد ببینیم داستان چی. اون چیزه که میگفتیم و بهش میگن روت هندلر. حالا روت هندلر عملا یه دلیگیت، همین، هیچی دیگه نیست. The delegate arguments passed to these methods are called role handler. یعنی یه delegate گذاشته اونجا، میگه که متدتو بنویس هر جوری میخوای، از طریق این role handler ها فایر میشه. اون متد رو کجا میخوام بنویسم؟ حالا روش های مختلفی داره، حالا میگیم به این روش میتونم یه متد بنویسم، بذارمش کجا؟ برگردیم تو سورس کد، بذارمش اینجا. یه چیزی اینجا منتظره، همون دلیگیته، که من یک متدی بنویسم بذارم اینجا، وقتی که این روت صدا زده شد اون فایر بشه. درسته؟ خیلی خوب. حالا من اینا رو پاک کنم، نمیخوام اینا رو، برو پک کارت. حالا دونه دونه شو میخوایم بگیم چجوری میشه از روت هندلر ها استفاده کرد، چند مدل داره. بریم از اولی شروع کنیم. اولی نوعش خیلی بیمزه است، چون همین الان بود توی جلوتو من پاک کردم. ببینید بهش میگن این لاین لامدا،
یعنی هر چی دلم بخواد میذارم همینجا، مثلا میتونم یه کنسول بنویسم، یه چیزی اینجا بذارم. درست شد؟ این دیگه ساده ترینشه. این یکی خیلی لزجه، یعنی بیشتر برای کارهای تستیه. البته حالا ببینید، میگم میتونید شما اینم برش دارید و مثلا بگید که منطقی نیستا، ولی حالا دیگه اینجا که من به کسی چیز بدهکار نیستم، هرچی دلم بخواد میذارم. میشه، ممکنه شما یه کدی رو همینجوری هم بنویسید و جواب بده. به هر حال این حالت این لاینه، پس اینو اینجوریش میکنیم، میاریم میذاریم اینجا. درست شد؟ خیلی خوب. حالت دوم چیه؟ بریم ببین. حالت دوم یه ذره متمدنانه تره. یک هندلر تعریف میکنم اینجوری، حالا بعد اونو میذارم اینجا. به این روت که مراجعه بشه، این متدی که تو این هندلر هست فایر میشه. این هم هست. یه ذره داریم هی خورد 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 از اون حالتی که همه چیزو این لاین بنویسیم، داریم یه ذره میایم جلو آروم آروم. البته بریم حالت سوم. حالت سوم لوکال فانکشن هست. به این صورت توی کار واقعی، خب لوکال فانکشن ها به درد میخورن. اگه یکی تعریف شده باشه، میتونید اینجا به عنوان هندلر ازش استفاده بکنید و فایر میشه اگه به این آدرس در اندپوینت مراجعه بشه. درست شد؟ اینم یکی دیگه. به این حالت چهار. حالت چهارم یه ذره داره به درد خورتر میشه. یه کلاس تعریف کردم به نام هلو هندلر، یه متد هلو گذاشتم داخلش و اونو اینجا کال کردم، ولی خب بعد یه اینستنت ازش بگیرم. حالا پس این هلو هندلر کجاست؟ ایناش. ببینید یه متد دارم که اینجا صدا زده میشه. حالا ببینید یه ذره داره ریل تر میشه. اینجا میتونم هر بدنه ای داشته باشم، یه ذره کار معنادارتر شد. درست شد؟ ممکنه یکی بگه که ای بابا، حالا چرا باید این هندل رو ازش از این کلاسه یه اینستنت بگیرم؟ نمیشه استاتیکش کنیم؟ چرا؟ الان استاتیکش هم میبین. اینو ببینید، دیگه از چیزی اینستنس نگرفتم. پس سوال، این استاتیک هلو هندلر کجاست؟ داره ایراد میگیره. صبر کنید، بفرمایید. حالا دیگه ایراد نمیگیره. درست شد. اینم یه حالت دیگه. پس ببینید دست خودتونه. هر کاری دوست داشته باشید میتونید بکنید. میتونید انواع اینا رو تعریف بکنید و داشته باشیدش. خب این از انواع این هندلر ها که میتونیم داشته باشیم. حالا نکته یکی میاد میگه که ای بابا ورودی نداره که، این چیه اینا؟ متد مثلا پست ورودی داره اینا، پس اونا کجاست؟ میرسیم بهش در آینده. سوال بعدی، ای بابا اینا رو من همشو توی program.cs بنویسم؟ اونم میرسیم بهش بعد. ولی حالا تو قسمت بعدی که در همین رابطه هست باز، یعنی همین هندلرها، یه سری چیزای دیگه هم اضافه میکنیم که یه مقداری کار جدیتر و جالبتر و به درد بخورتر بشه تا حالا بعد مبحث رو هی ادامه بدیم. پس فعلا شما فهمیدید که دیگه فقط لازم نیست این لاین اینجوری رفتار بکنید، حالتهای دیگه هم هست. بقیه‌شو تو قسمت‌های بعدی میگیم. خدافظ.